با درود و احترام خدمت تک تک مخاطبین عزیز و گرامی و ارجمند و درود و احترامی خاص خدمت جناب سهیل ملکپور بزرگوار گرامی و نازنین، بسیار بسیار مفتخرم که یک بار دیگه دعوت من رو پذیرفتید. جناب ملکپور، اگر درود ابتدایی دارید خدمت بینندگان مطرح کنید تا یک راست بریم به سراغ برنامه. بفهم بایش میکنم. اول درود میفرستم خدمت شما و همه همیهنان عزیز، خصوصا دنبال کننده های برنامه خوبت و آریای نازنین. پیش از هر چیز من باید عذرخواهی کنم از همیهنان عزیز، چون من تو مسافرت هستم و سفر کاری حقیقتا امکاناتم صفره دیگه. به هر حال ببخشید اگر با شرایط نامناسب مسلمان منزل خودم نیستم و اینقدرم در رفت آمد دیگه. امروز آریا جون باید که گوه هست من میخوایم صحبتی داشته باشیم، اینیست که در این شرایط به خدمت رسیدم. امیدوارم که به بزرگی خودتون ببخشید، چون دیگه سفر کاریست. به هر حال تو منزل خودم نیستم و شرایطم یه خورده نامتعارف هستم در خدمتتون. بی نهایت سپاسگزارم و مفتخر از اینکه در خدمتتون هستم. جناب ملکپور، طبیعیست کسانی مثل حضرت عالی از فاندهای چندین میلیون دلاری استفاده نمی کنند. خیلی ازتون سپاسگزارم که در این شرایط این وقت رو در اختیار من قرار دادید. جناب ملکپور، اجازه بدید من اول یه مسائلی رو بگم. یکی این که زمانی که این برنامه پخش میشه، فکر میکنم دقیقا شب تولد جاویدنام دکتر فریدون فرخزاد باشه. اول برنامه میخوام یادی کنم از این مرد بزرگ که در سالگرد تولدش این برنامه پخش میشه. و یه مسئله رو در پرانتز بگم خدمت هموطنان عزیز، من یک مستندی در خصوص زندگی جاویدنام دکتر فریدون فرخزاد ساختم که حاصل چندین سال تحقیق، مصاحبه و بررسی زندگی ایشون بوده، به نام مستند ققنوس تاریخ، که میتونم ادعا کنم یکی از کاملترین برنامه هاییست که تا به حال درباره جاویدنام دکتر فریدون فرخزاد ساخته شده. از تولد ایشون تا قتلشون مسائل متفاوت پیرامون ایشون در این مستند موجوده. من لینک این برنامه رو برای عزیزانی که ندیدند هم در دیسکریپشن زیر همین ویدیو قرار میدم و هم در اولین کامنت زیر این ویدیو پین خواهم کرد. امیدوارم عزیزانی که ندیدن حتما این برنامه رو به تماشا بنشینند. در این حال کماف سابق، مثل تمام برنامه هایی که با هم داشتیم، با وجود اینکه با توجه به مناعت طبعی که از شما سراغ دارم میدونم که خیلی موافق این گفته نیستید، اما علاوه بر ایشون یاد میکنم از جاویدنام، تیمسار، امیر حسین ملکپور، پدر گرانقدر شما، از قهرمانان به خون خفته قیام نقاب، کودتای شاهرخی. دلیل این که من در هر برنامه هم از ایشون یاد میکنم صرفا مهری که به حضرت عالی دارم نیست. بحث اینه که کسانی مثل پدر حضرت عالی، مثل جاویدنام دکتر فریدون فرخزاد و مثل تمام این قهرمانان ملی، چراغ راه نسل‌های امروز و آتی هستند و واقعا باید یادشون همیشه گرامی داشته بشه. خواستم این مطلب رو مطرح کنم. بزرگواری جناب ملکپور، مدتی است که میگذره از آخرین گفتگویی که با هم داشتیم در پابلیک و مصاحبه‌ای که با هم انجام دادیم. خیلی مسائل در طی این چند وقت گذشت، خیلی چیزها آشکار شد، خیلی مسائل برای بخش مهمی از جامعه روشن شد. من به خاطر دارم که ماجرای لوی جورگه رو، خطر لوی جورگه ثانی یا دوم رو شما برای اولین بار مطرح کردید. حالا هرچند که بعداً استفاده ها شد از اون صحبتی که شما مطرح کردید و هر کسی از ذهن خودش یه مسئله رو که بعضا درست هم نبود بر اساس حقایق تاریخ نبودم مطرح کردن، ولی واقعا اول نفری بودی که این قضیه رو مطرح کردید و خیلی برام جالب بود. در طی این مدت فایل صوتی که پخش شد از عبدالله مهتدی دقیقا این مسئله رو مطرح کرد، یعنی این اون هشداری که شما دادید و خود مهتدی داره میگه که ما میخواستیم بیایم از اعتبار رضا شاه دوم استفاده کنیم و بعدش در موقع مختزی ایشون رو هم حذف میکردیم، کارامون رو میکردیم و این مسائل. خیلی برام جالب بود. یا
یا اینکه واقعا ببینید، من بدون هیچ اغراق و بدون هیچ رودرواسی و بدون هیچ تعارف ایرانی میگم، جز اول نفراتی بودید که بحث ایران اینترنشنال رو، سعودی نشنال رو، من رو این تاکید میکنم، مطرح کردید. همه اینا در آرشیو برنامه هست. جز اول نفرات بودید. خب البته دوستان و همرزمان و عزیزان دیگه هم مطرح کردن، ولی خب خیلی دقیقا مثلا یادم هفته اول انقلاب ملی که این مصاحبه انجام شد و این اختارا داده شد، یا بحثای دیگه. میدونید من واقعا جدا از مهری که بهتون دارم، جدا از دوستیمون، جدا از همه اینها، شما رو به عنوان یه فرد اندیشمند میدونید، با وجود اینکه خب این حقیقتی است که چندین دهه فعالی، ولی و البته این رو هم باید بگم که جز اون آدمایی هستید که میدونید واقعا اصالت میهن پرستی درتون هست. خواهش من تعارف نمی کنم، ولی واقعا تحلیلاتون رو من قبول دارم و خیلی از هموطنانم با من هم نظرن. یکی از مسائلی که باز یادمه در فکر کنم اولین مصاحبه‌ای که با هم داشتیم از سمت شما مطرح شد و این عبارت با این وضوح رو شاید کمتر من شنیده باشم جایی. البته خیلی در این موارد روشنگری ها صورت گرفته بود، گرفته و خواهد گرفت، اما شما از شورش 57 با لفظ حمله وحشیانه جهان استعماری غرب به ایران یاد کردید. حالا همه ما دیگه ماجرای شرق و کمونیست ها و این ماجرای شوروی اینا رو میدونیم، ولی یادمه در اون مصاحبه خیلی هم اومدی توضیحات مفصل دادیم. قبلا هم خودتون در این زمینه کارهای فراوانی کردید و برنامه های زیادی داشتید خودتون به شخصه، و خب میدونیم که باز این روزها این بحث روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا مطرحه و طرح‌های استعماری که در واقع این کسانی که به دنیا اومدن از شورشی که حمله وحشیانه غرب بود، این بحث ها مطرح، بحث هایی که در مورد خطراتی که در مورد بافت جمعیتی در ایران مطرحه و مسائل مختلف. من ازتون تقاضا دارم، من و سایر هموطنان رو مستفیض کنید از صحبت هاتون در خصوص مسائلی که در طی این چند ماه دیدیم و این بحث، این ماجرای ریشه استعماری که وجود داره، مقابله‌ای که با نظام پادشاهی وجود داره، مقابله‌ای که با ملی‌گرایی، میهن پرستی، ناسیونالیسم، حالا درسته هر کدوم اینا تعریف خاص خودشو داره، ولی در لفظ همه اینها رو هموطنان به کار می‌برن. دیگه واقعا الان آشکار شده که جهان استعماری در مقابل ملی‌گرایی، در مقابل میهن پرستی، در مقابل ناسیونالیسم ایرانی ایستاده، در مقابل پادشاهی خواهی ایستاده، در مقابل پهلویسم ایستاده. اگر امکانش هست در این موارد میخواستم نظر شما رو بدونم و اتفاقاتی که در طی این چند ماه گذشت. هستم در خدمت. جاوید با عهد و پیمان میسازیم خاک ایران، روح یزدان سایبان خاک مهربان. جاوید با عهد و پیمان میسازیم خاک ایران، روح یزدان سایبان خاک مهربان. خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که اول که یک دنیا سپاس دارم از مهر شما و حقیقتا الان رو که شما خودتون محبت کردین، بحث شو باز کردین، خیلی از عزیزانی که در چه در اینستاگرام چه در توییتر چه حالا در تمام صفحات اجتماعی رو که دارم در این چند وقت خصوصا که خب خیلی اتفاقاتی افتاد که سالیان پیش در خصوصش صحبت شد، خصوصا بعد از این ماجرای افغان هایی که به ایران اومدن،
و مسئله همون پروفایل صوتی مال عبدالله معتدی خیلی عظیمی حقیقتا میتونم بگم برای اولین بار. من چون دیگه اونایی که من از نزدیک میشناسن میدونن که من هیچ زمانی دنبال این جریانات نبودم و حقیقتا در این راستا مطرح کردن شخص و خودم رو واقعا حالت نفرت ازش دارم و هموارم نکوهش میکنم کسانی رو که در این راستا به دنبال این جریانات هست. ولی به هر حال مجبور شدم الان بگم چون خیلی عزیزان نوشتن در خیلی ابراز محبت کردن. عذرخواهی میکنم اگر بر همیهنانی که فرصت نکردم یکایک پاسخ بدم. حقیقتا کلامی ندارم جز این که سر تعظیم در مقابل یکایکتون فرود میارم و سپاسگزارم از تمام جملات و محبت هایی که در این چند وقت به من داشتید در خصوص هر کدوم از این اتفاقات که افتاده بود. ببینید دوستان عزیز، باید خیلی جالب، خیلی از القاب حالا از برگرفته به حال از مهری بود که داشتن. من نه پیشگوام نه عرضم به خدمتون، حالا یه سری جملات خیلی زیبایی دوستان محبت کرد. بحث این بود که همواره از ساعت اولی که در این راستا قدم گذاشتم من روی قضیه واقع گرایی تاکید داشتم، چون از دیدگاه من زمانی که واقعیت قضیه مشخص نباشه و اساسا شما راجع به هر داستانی خارج از احساس حقیقت ماجرا رو نریب دنبالش به هیچ نتیجه نمیرسی و فقط یک سیر باطل دور خود چرخیدن اتفاق میفته. خب چیزی که در این چرا اندی سال اتفاق افتاده و بعضا هنوز میبینیم هست. خب ما خیلی فرصت در دست دادیم، خیلی خونها رفت، خیلی جوانهای نازنینمون از بین رفت که اگر خیلی زودتر از این میدانی باز میبود که میشد این واقع گرایی ها پخش بشه. اینو نمیخوام به عنوان گلایه بدم چون اونایی هم که میدان رو باز نکردن نمیتونستن، چون اساسا دنیای استعمار 100% در مقابل ما هستن و هیچ امکانی رو نمیذارن که شرایطی به وجود بیاد که بشه آدم که پخش بشه این جریان ها در اون زمانی که به اصطلاح صحبت شد. ما میدیدیم که پتو مینداختن روی ماجرا و خب متاسفانه خیلی از خودی ها هم در اون زمان به خاطر، حالا واقعا اینو بنده با تأسف بسیار میگم، حالا جریانات ضد فرهنگی که وجود داره مثل رقابت ها و یا فلان ها سعی میکردن پتو بندازن روش که واقعا باعث تأسفه. ولی مسئله اساسی اینجا نیست که خب ثبت شده هست و خیلی از همیهنان دیدن و کمایی که میبینیم که در این روز خب خیلی به بنده محبت میکنن این چند وقت، همیهنان عزیز که برای من باعث افتخار بسیار بزرگی. اما حقیقتا چرا الان این جمله رو گفتم؟ چون دردمندم اگر سالیان پیش روش کار میشد این همه جوان نازنین کشته نمیشد. عرض کردم درست این اتفاقات بعد افتاد و واقعا باعث تأسف که داغدار خیلی از جوانامون شدیم، خیلی اتفاقات بدی شد، ولی یک سری پیروزی هایی رو به دست آوردیم که همون مسائلی که در خصوصی صحبت میشد که در اون زمان ادهی توهم توته میگفتن، ادهی ارزم به خدمتون که با الفاظ بسیار زشتی ازش نام میبردن چون نمیخواستن ریتی اصلا چیزی پخش بشه و این مجهولات موند در جامعه ایران و متاسفانه خب خیلی اتفاقات بعدی رو پسش رقم زد. امروز همه اینا رد شد. من امروز فقط به این نکته خیلی خوشحالم که امروز برای جامعه ایران مشخص شد که جریان چیست و این یک پله بسیار بزرگی است و میتونم بگم پیروزی بسیار بزرگی است که بهش رسیدیم، که الان کشور ما یک برای همگان جا افتاد که یک کشوری است که در سال 57 توسط دنیای غرب یعنی دنیای قدرت، اینو باز تکرار میکنم، روسیه، چین، اینها پاسبخشای اینا هستن، اصل فرمانده اینان، در سال 57 اینها به طور وحشیانه به ایران حمله کردن
و علتی که ما همواره از نسل 57 با الفاظی نام میبریم که مستحقش هستن، امروز خیلی خوشحالم که هممیهنان به این نتیجه رسیدن که صرفا فقط یک احساس کینه و نفرت از اینا نیست، بلکه حقیقت داره. وقتی ما میگیم نسل شرم تاریخ ایران و یا نسل کثیف 57، منظور حالا باز دوباره بعضن بودم متاسف میشه که باید خیلی ادبیات فارسی رو بعضن آدم تدریس کنه، این خیلی بده. حالا منظور چون بعضی موقع یه چیزایی سوء تفاهم میشه که واقعا خودش شوکه بزرگی رو میاره، که وقتی ما داریم راجع به ماجرا صحبت می‌کنیم منظور همه اون کسانی نیست که در اون زمان سر و سال داشتن، منظور کسانی است که تو اون جریان شرکت داشتن. چرا از این الفاظ از اون رو به کار میبریم؟ برای اینکه شدن سرباز بیگانه. یعنی خود دنیای غرب هم تصور نمی‌کرد که اون پلانی که داشتن که شاهنشاهی ایران رو از بین ببرن با اولین اقدام که استفاده از ستون پنجم باشه موفق بشن، که حقیقتا شرم‌آوره در تاریخ، شرم‌آوره. حالا هزاران توجیه، میلیون ها توجیه بیارید، میلیون ها با این ثبت شد در تاریخ ایران، کسانی که در بهمن 57 این فاجعه رو رقم زدین در تاریخ ثبت شد. شما به عنوان نسل شرم تاریخ ایران ثبت شدید، چون دقیقاً در زمانی که دنیای استعمار برنامه حمله به ایران رو چید که ایران رو نابود کنه، شما طرح اونا رو اجرا کردید که دیگه حتی اونا احتیاج نداشته باشن از نیروی هوایی و پسش نیروی زمینیشون استفاده کنن و تمام خواست اونها رو اجرا کرد. حالا بریم بشین هزاران توجیه بیارید، چیزی رو عوض نمی کنه. کما اینکه دیدیم عدالت و قضاوت تاریخ رو هیچ قدرتی وجود نداره که در مقابلش بیسته. مطلب دومی که خب خوشبختانه جامعه بهش رسید، سیر تکامل حقیقت میتونم به ازش نام ببرم، اینیست که مفهوم ناسیونالیزم یعنی ملیگرایی با رفاه و خوشبختی ایرانیان و تنها راه نجات، خب، و شاهنشاهی پهلوی، این برای جامعه روشن شد که هر سه اینها به هم بسته است و این خیلی پیروزی بزرگیه که همگان امروز از نسل‌هایی که حتی امروز ما داریم می‌بینیم پدر مادرهاشون هم در زمان پهلوی به دنیا نیامده بودن، اکثر دهه 80 ها و الان که دیگه خب دهه 90 ها هم دارن به سن و سال مکفی میرسن، اینها پدر مادرهاشون هم در زمان شاهنشاهی پهلوی به دنیا نیامده بودن، بعضا حتی پدر بزرگهاشون هم در اون زمان در سن کودکی بودن، که خیلی میشن از دوستان خود من، من الان چندین نفر از دوستان خود من هستن که پدر بزرگ شدن، زمان میگذره که در اون زمان در زمان شاهنشاهی پهلوی خب ما همه کودک بودیم. خب به این میگن عدالت و قضاوت تاریخ. با همه این امکانات و تکنولوژی که داشتن و تمامی این خرج هایی که شد براشون نتونستن پیروز بشن، که هیچ هر روز داره این واقعیت ها بیشتر ملموس میشه و اینها اینو بهش میگن قدرت عدالت و قضاوت تاریخ. خب این پیروزی های بزرگی است که به دست اومد و اون زمانی که کل جامعه ایران به این نتیجه قطعی رسید، خارج از هر گونه داستانی که براشون کار کردن که آقا در سال 57 بیگانه به ایران حمله کرد و اون نفس سرباز بیگانه شدن و ایران ما اشغال شده است توسط غربی ها که دیگه دارن رو بازی میکنن، اون موقع میشه که اون جوون کرد نازنین امروز ما وقتی که یک نفر میاد از راجب تجزیه صحبت میکنه و یا شروع میکنه حمله به ملیگرایی، میبینیم که خود کردهای عزیز بهش به خدمتش میرسن و یا در آذربایجان و یا در جاهای دیگه. چرا؟ چون اون جوان ها به این نتیجه رسیدن الان هر اون کس که داره اجماع ملیگرایی رو به هم میزنه دیگه بدون شک یک عامل بیگانه است. چون وقتی یک کشوری تحت تأثیر بیگانگان و تحت حمله بیگانگان اشغال میشه، فقط یک راه وجود داره، اونم اجماع ملیگرایی و یا ناسیونالیستی است
که بتونن بیگانه رو از کشورشون اخراج کنن. و در این خلال هر آن کسی که در این مقابل به هر انگیزه و به هر شعاری میایسته به قطعیت عامل دشمنه. خب این خیلی پیروزی های بزرگیه که بهش رسیدیم، چون دست رو شد به طرق مختلف که دیگه الان میبینیم که غربی ها رو بازی میکنن دیگه این چند وقت دیگه از کردم. من هنوز نمیتونم حتی بپذیرم کسی کوچکتری شکی به این ماجرا داشته باشه که پس این همه جنایتی که شد دیدیم که چگونه فرش قرمزم پهن کردن برای رئیسی و اعوان و انصارش. اصلا انگار نه انگار که تا دو سه ماه پیش اینها تو خیابونهای ایران خون را انداختن. غربی هایی که اون زمانی که شاهنشاه آریامهر ما در مقابل اینها به حقیقت ایستاده بود، همونطور که عرض کردم دو تا مسئله بود که خیلی خوشحال میشم میبینم دوستان و همیاران استفاده میکنن، تو هشتگش درست کردن، یکی که پهلوی ها حکومت نکردن معجزه کردن، و دومی که پهلوی شعار نداد عمل کرد. اون زمانی که پهلوی ها بدون شعار، بدون پرچم آتیش زدن، بدون از همیش سیاه بازی هاش که اونا همه پلان ها خود غرب بوده، امروز برستو میرسونم، به حقیقت وقتی جلو اینا ایستاده بودن و دشمن اینا بودن، با دو نفر که تو زندان رفتن اینا حقوق بشرشون، تازه همون دو نفری رو که داره چند نفری که به خاطر جرائم تروریستی به زندان میرفتن، زندان های تازه کوتاه مدت، همون زمان همون افراد با همون گروه ها و همون عقاید در همون کشورهای غربی زندان های طویل المدت میگرفتن که هنوز که هنوز تو زندانن، که بارها در برنامه‌های مختلف فرسون رسوندم در همین آلمان، فکر کنم 50 بار بوده من اینو گفتم، که در آلمان کسی به جرم قصد تو زندان میره بعد 5 سال بیرون میارنش بیرون، نهایت زندانی که بکشه 5 سال 6 سال میاد بیرون، ولی گروه RAF و بادر ماینهوف که میشن سازمان چریکای فدایی خلق و پیکار و میکار، یعنی دقیقاً اینا هم دوره بودن و هم تفکر بودن، اونا هنوز در آلمان که چیز نزدیک 45-6 سال در زندانن و به هیچ عنوان هم دولت با آزادی مشروطشون هم موافقت نکرد، گفتن ابد اینا باید اجراش جسدشون بیاد بیرون، چون اینا عامل بیگانه بودن. همین غربی ها در اون زمان برای دو نفری که تو زندان رفته بودن دیدیم که چگونه تمام ارتباطاتشون رو قطع کردن، سفارت ها رو بستن و همه جوره دیدیم که چه حرکاتی را انداختن، چون واقعیت شاهنشاهی پهلوی در مقابل استعمار غرب بود. ولی برای اینها یه همین یه نمونه شد دیگه، هر اون کسی که شکم داشته باشه دیگه یک ابلهه، یعنی ببخشید این واژه رو به کار میبرم، چون دیگه اصلا در این شرایط که به این وضوح ماجرا دیگه هر کسی شک داشته باشه خودش باید این واژه رو برای خودش به کار ببره، نه کسانی که دیگه. همگان دیدین که چه وقاحتی رو دنیای غرب نشون داد راحتی. برای مکتب بعدیش تا به امروز من خدمتون عرض کنم که در به اصطلاح تو آلمان وقتی شما ملیت آلمانی میگیری و پاسپورت آلمانی داری، خیلی جالبه، فقط یه نمونهشو میخوام مثال بزنم خدمتون، که جمله ای هست که ما برای دارنده این پاسپورت ناوگانمان رو به حرکت در میاریم. اون روزی هم که شما میری ملیتتو میخوای بگیری، میگن در همه جای دنیا تحت حمایت مایی، حالا جز کشور مبدأ که اومدی، ولی در همه جا شما دیگه به عنوان یک آلمانی هستی، ارتش آلمان، نیروهای امنیتی آلمان همه در حمایت شما و تمامی این شعارها. تا به امروز 11 ایرانی که پاسپورت آلمانی داشتن در نقاط مختلف دنیا، از ایران هم نه، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبوده شدن، بردن ایران، چند تاشون هم کشتن، دولت آلمان حتی ناوگانشون که هیچی سرشون رو بخوره از این موشک کاغذی هاشون هم تکون ندادن، یعنی حتی اینا یه اعلام تأسف هم نکردن، یعنی در این حد مشمعز کننده حمایت میکنن، مشمعز کننده، هیچ انگاری حتی حاضر شدن برای اینکه اونجا بمونه اعتبارشون هم از بین ببرن، براشون مهم بود. خیلی خب دیگه اینها رو همگان دیدن. اون دیگه اگر در اینستاگرام در جاهای دیگه
این آیدی فیک های طرفداری نظامیان هنوز میشینن. جالبه که ادعای قدرت میکنن، تو اکثرشون دیدین که آیدی ها فیک هالون بگه میان هنوز یه سری خود اولاتو میگن که آی ما نمیدونم فاهم، مثل قصه بحرین دیگه جوک شده. 2000 تا سند اومده بیرون که بحرین در زمان قجرها معامله شد، سندش هم هست. کتاب ملک و شعرهای بهار رو من آدرسش رو میدم که از دشمنان سرسخت پهلوی ها هم بود دیگه. اون نمیتونیم بریم گی ساواک داده نوشته از این شعر برای که میگم. در خود کتاب ملک و شعرهای بهار که از دشمنان سرسخت پهلوی ها بود، اون تو تمام اسنادش هست که بحرین در زمان قاجار معامله شد. آخر سال 50 دیگه موفق نشدن، ولی باز اونا اینقدر ملیگرا بودن به مجردی که مجبور شدن این جند طبق معمول قجرها رو بهش گردن بنهن به قول معروف، رفتن سه تا جزیره رو گرفتن که باز چی میگن خجالت ملی برای ایرانیان نباشه. باز میبینیم اینو با وقاحت میان چیزی رو میگن، چون اساسا وقاحت در جماعت 57 چه اونی که حاکمه چه اونی که مغلوب ده استرا پشت پر چی میگن به عنوان زاپاس نشسته اینجا، یعنی باقی این گروه های 57 اینا شاخصه همه در همه چیز با هم یکی هن. یعنی یکی دیگه از بارزترین شاخصه هایی که احتیاج به آزمایش دی ان ای نداره که اینها برادر تنی هن، این وقاحتشون. یه میبینی که هاشم میان یه سری مزخرفاتی میگن، مثل این جریانات که الان دیدین دیگه، این همه فیلم های کثافتکاری ازشون میاد بیرون، ولی اون میگه تو حجاب تو رعایت کن. حالا الان چی که از اساسا وقاحت هایی رو شما میبینی که دیگه به جای از دیدگاه من آدم دیگه حتی راغب نمیشه بره جواب بده، فقط با بخنده، چون دیگه اوج وقاحت تهوع‌آور که هر دو طرفشون دارن. هر دو همه چی عرض کردم، چه برادر تنی که به اسم اپوزیسیون بیرونه که در این ماجرای 1401 دیگه عرض کردم متاسفم برای جوانای نازنی که از بین رفتن، ولی دستاورد بزرگش این بود که دیگه برای همگان روشن شد که اونهایی که حالا مرقبن به جمهوری خواهان، باز میگم تک و توک اگه کستن ما کاری به تک و توکشون نداریم، ولی مجموع جمهوری خواهان یعنی میشن چپ ها، مصدقیون، تجزیه طلب ها، همه اینا که با هم کل کسانی که در مقابل پهلوی هستن و اونی که در درون ایران اینا برادر در درون ایران فعلا حاکمیت دست اینا برادران تنی هن و پدر مادرشون هم در واشنگتن و لندن نشستن. خب اینا بازی این بود که اون برادره دیگه تاریخ مصرفش تموم شده. الان در سال 95 تا 1400 هم ملت ایران دیگه اومدن بیرون و اعلام کردن دیگه هیچ بازی نمیتونی ما رو سیاه کنی. با اصلاحات و دو خرداد و بنفش و سبز و این هم دیدن که دیگه تاریخ مصرفش تموم شد و ملت ایران از سال 95 اومد بیرون به قاطعیت خواستار بازگشت به دوران پهلوی و پادشاهی بود. رنگ خطر بسیار بزرگی بود براشون. و علتی که من اینا رو پیش بینی کردم، من مطمئن بودم که اینها، حالا امروز دیگه میتونیم بگیم به خاطر لطفی که خود دوستان هم کردم و حالا همه چیزی گروش در پاسخ به دوستانی که عرض کردم با الفاظ بسیار زیبا که من هنوز شرمنده محبت شما دوستان هستم که چگونه شما اینا رو حدس میزدی یا دیدی، نه قربا من نه فالگیرم نه ایچی، چون فقط موازنات رو میشستم بذاشتم کنار هم، چون از دوی خورداد دیدم اینا چگونه آلترناتیو سازی میکنن که جلوگیری بکنن از بازگشت ملت به قبل از 57 با کمک و هماهنگی دنیای غرب. ما اینا رو از سال 76 دیدیم که به مجردی که اینها میخواستن دروغی به نام اصلاحات رو راه بندازن و جامعه به دو قسمت تقسیم شده بود مثل الان، جمعیت ایرانیان متنفر از کل جنایت 57 و حاکمیت، خب زنگ خطر بزرگی بود. اینا باید این جمعیت رو به هزار تیکه مینداختن. همون موقع مزخرفی به اسم اصلاح طلب رو اومدن علم کردن که ما اونجا دیدیم که چگونه روش کار کردن. همون موقع مادلین آربرایت اومد
مجدداً از بوت پوشالی احمد آباد استفاده کرد و اومد از ملت ایران برای کودتای 28 مرداد عذرخواهی کرد. من اون موقع ایران بودم، همه اینا رو به چشم دیدم. یعنی چقدر قشنگ هماهنگ اومد عذرخواهی کرد، این تشکیک و انداخت در جوانای ایران، ای آمریکا خودش اومده راجع به 28 مرداد عذرخواهی میکنه، پس مصدق کارش درست بوده، پس بنابراین انقلاب نمیتونسته چیز غلطی باشه. من به چشم دوستان عزیز اینا رو دیدم که چگونه همین امریکا و اینا با هم کار میکنن. در همین امیر احمدی هم اون موقع گفتش که من آل برایت آوردم. امیر احمدی اون موقع گفت من آل برایت آوردم. تمام شد. من اینا رو همه رو به چشم دیدم دوستان عزیز که چگونه اینا هماهنگ کار میکنن که اون جمعیت رو قشنگ متفرق کنن. همزمان با همین ها اینو که میگم آره جو مسئولیتش با خودم که آره برای من مهم نیست، چون من واقعیت رو گفتم هزار بار دیگم، واقعیت رو قضیهش فهم. همون موقع هم آقایی به نام داریوش همایون دقیقا همزمان همون موقع میاد در خارج از کشور، همون آقایی که پلان 57 با اون مقاله ایشون شروع شد، خیلی جالبه، یه به اصطلاح انقلابی شروع شد به خاطر مقاله ایشون که توهین کرد و به خمینی گفت و هندی زاده، اون انقلاب خونین را افتاد در مقابله با مقاله ایشون و خود ایشون رو گرفتن و ایشون به سلامت از ایران اومد بیرون. همون زمان هم ایشون اومد در صفوف متحد پادشاهی خان اعلام حزب کرد که ما پادشاهی خواه هستیم، اما پادشاهی خواه نویترالیم، پادشاهی خواه دموکراتیم، تو شاه اللهی هستی، شاه الله از اونجا در اومد، ما با شاه اللهی ها فرق میکنیم فلان، که پادشاهی خواه رو دقیقا همزمان به ده تیکه پرد، پادشاهی خواه کمرنگ، پادشاهی خواه چپ، پادشاهی خواه راست، این کاری بود که ایشون کرده. همه اینا همزمان با هم و تونستن این صفوف متحد داخل و خارج از کشور قشنگ به هزار تیکه بندازن و یک چیزی نزدیک 20 سال ملت ایران رفت سر کار با دروغی به اسم اصلاحات که ما اینا رو دیدیم همه رو. خب اینجا بود که من اولین چیزی که دقیقا خودم لمس کردم، حالا قبل از اون خونده بودیم جریانات که امریکایی ها اروپایی ها، خب ما میدونستیم حالا بر مبنای شرایطی که رو به خاطر پدرم و یا دوستان پدرم، خب اینا خب ما میدونستیم که اصلا کار اینا بود، ولی اولین باری که ملموس این ارتباط قوی رو دیدم در اون زمان بود که چگونه با هم قشنگ یه پین پوینت بازی کردن و تمام دو جماعت متحد و هزار تیکه کردن که تا همین الان هنوز تازه اختلافاتش وجود داره کم و بیش. خب ببینید ما اینا رو همه رو دیدیم که همونجا بود که اصلا کامل مشخص شد که چقدر قشنگ با اینا کار میکنه. نگه داشتن لولو پشت مرز که اون مجاهدین گجستک باشن، اون دار دسته اون رجوی مسخره، هر زمانی که حاکمیت احتیاج پیدا میکرد که یه جو سرکوب درست بشه اینا میومدن تو چهار تا عملیات میکردن، بهانه رو میدادن دست اینا، بعد اینا قشنگ کار خودشون رو میکردن. اینقدر مسخره با اینا با هم کار میکردن که اینا بمونه به جست مخالف، به جست اپوزیسیون، اون میگه مرگ بر آمریکا، اون نمیدونه فلان. خیلی خب اون موقع ما وقتی اینا رو میگفتیم همه هنوز آقا اینا میگن مرگ بر پرچم آمریکا رو آتیش میزنن، تو میگی اینا نوکر آمریکا. امروز خیلی خوشحاله. خب اینا خب موقعیت های موفقیت های بزرگی است که بهش رسیدیم. البته اگه واقعا باز مجددا دو روز دیگه صفوف نمازگزار به سمت آقای ترامپ و ترامپ و دوله حال اسمون به اون نشو، یا حالا هر درنی که البته میبینیم الان تک و توک متوسلی به ایشون هست، ولی برعکس اینا بعد در پاسخ به دوستانی دارم میگم که چند وقت خیلی محبت کردن که آقا شما اینا رو کجا هست. بر مبنای همین تجارب وقتی از سال 95 ملت ایران از همه اینا گذر کرد و اومد بیرون، رسما و علنا بازگشت به دوران پهلوی رو صدا زدند و دیدیم که همین غربی ها خصوصا 96 و 98 که اون کشتار عظیم را افتاد و حتی دنیای غرب یک خبرش رو نداد. اینم بارها گفتم، برای بار هزارم هم اینو میگم، دقیقا همزمان بود با قصه به نام جورج فلوید، یک مواد فروش امریکایی
که حکم جلب داشت، که در حکم جلبش حالا مرد، بعدم مرد. حقوق بشر اینا جوری درد گرفته بود که تمام خیابونای اروپا هفته ها تظاهرات بود، دقیقا همزمان با جنبش 98 که 5000 جوان ایرانی تکه تکه شدن. هیچی. خیلی خوب، وقتی ما اومدیم اینا رو دیدیم، حقیقتا من مطمئن بودم که باز یه پلان اینا رو تو کارش میرن، مثل 96 و چه عرض کردم ببخشید 76 و فلان و تالا سبز مبز جواب نمیده دیگه، اصلاح طلبی اینا به هر حال جو پهلویست داخل رو میخوان از بین ببرن. دوستان به همین علت بود که همون هفته اول شروع انقلاب 1401 ما اومدیم این برنامه رو گذاشتیم. اون موقع من نمیتونستم، شرایط جوری بود که نمیتونستم اینو بگم آقا اینا خیلی چیزاش از پیش تعیین شده است، چون اون موقع اگه اینو میگفتی مطمئن باش اصلا کسی حتی تر خودیا هم به آدم حمله میکرد. متاسفانه مجبور بودیم که به کنایه بزنیم که آقا حواستون باشه، از تجارب تاریخی استفاده کنیم. من یادمه که حتی راجع به همین واژه که آقا باید استفاده کنین از تجارب تاریخ، در همون هفته اول شروع انقلاب 1401 من اینو برز همین، چون مطمئن بودم اینا برای عوض کردن جو ملیگرایی در داخل ایران و شعائر ملیگرایی اینها یه پلانی رو میارن. دقیقا از یک سال، از فکر کنم نزدیک یک سال خورده قبل از داستان انقلاب 1401 بود که این تلویزیون اینتر آشغال درست کردن دیگه، و همین علت هم از همون ساعت اول بنده بهش حمله کردم، چون بی بی سی دیگه آیت الله بی بی سی سالها بود که یه اسمش با آیت الله بی بی سی می اومد. البته میگم آریا جان من مجبورم یه توضیح رو بدم، ولی انقدر این چند وقت سر جریانات مختلف ماجراهای بی سطحی دیدم که در مثبت گرایی میتونم بگم برمی گرفته میشه از عدم داشتن سواد درست، که بیان یه تیکه حرفتو ور میدارن فلان میکنن یا از کسان دیگه، میگم واقعا انقدر این سطح پایین بود و خیلی خوشحالم البته متوجه شدم که چه خیلی کسایی که روشون هم حساب میکردم و خیلی این یه تیکه خیلی دردآوری بود که دیدم خیلی کسانی که فکر میکردم، خودم شخصا فکر میکردم خیلی روشون حساب داشتم، که دیدم چه حرکات واقعا چیپی، مثلا میخوان یکی رو بزنن یه تیکه حرفشو ور میدارن بدون اینکه پس و پیششو برن دنبالش، میان داستان درست میکنه، و واقعا متاسفم، خیلی در نکته بدی بود. بگذاریم، ولی مجبورم الان یه توضیح بدم برای کسانی که شاید مدت زمانی خارج از کشورم زبان فارسی حالا یا بعضی هستن. خب این ماجرا اون جوانای داخل ایران، دوستان عزیز درود به شرف یکایکشون، کسی اون غیرت و شرف اونا رو زیر سوال نمیبره، کما اینکه اونایی هم که در 76 و 78 و حتی 88 که دیگه امروز برای همه رو شد که کل جریان دست جمهوری اسلامی بود و هم اون جوونا رو کسی نمیبره زیر سوال. اونا جوونای غیرتمند مان که به مجرد اولین اتفاقی که میفته میخوان بیان کشورشون آزاد کنن، و اونی که این رو سوار میشه با قدرت رسانه و با قدرت پروپاگاندا، اونا اصل ماجران ما داریم راجبشون صحبت میکنیم، نه اون جوونای نازنینی که در خیابون بودن. اینو خطاب به اون حضراتی که منتظرن بشینن تیکه بردارن. دقیقا میشه اینطوری گفتش که مشخص بود که و مشخص هم هست که ایران در شرف یک انقلاب، در شرف یک رستاخیزه، و اینها با توجه به اینکه 96 98 1400 همطور پشت سر هم رستاخیزها بود، اینها برای رستاخیز بعدی که لاجرم پیش می اومد برنامه ریزی کردن. اینا لاجبر که روز لاجرم پیش می اومد که داشتن، اینا آماده بودن، شعارها همه آماده بود، یعنی تمام اینترنشنال گفت، چون وقتی شخصیت هایی رو آوردن که اساسا اسم اینا رو هیچ کی نشنیده بود، یه سری آدمی رو می آوردن بولد می کردن، اینا تمام هدفشون این بود که خواست ملت ایران از بازگشت به پهلوی اینا سوئیچ کنن روی یه سری شخصیت‌های دستسازی که خودشون می‌خواستن، و کلاً جو ملی‌گرایی داخل ایران رو به اشعار چپی که یعنی تو دست و جیب خودشونه از این جیب به اون جیب عوض کنن.
تلویزیون از قبل آماده بود. خرجشو کی داد؟ همون عربستانی که تحت هیچ شرایطی جالب مخالفین رو میگن به عربستانی میبندن که دشمن خونی بازگشت پهلوی به ایران. و تمام هزینه‌اش رو داره میده به اسناد بسیار زیادی راجع به این قضیه است. تلویزیونش علم شد، همه چی که بتونن به مجردی که یک دونه خیزش را افتاد و حرکت انجام شد، اینها با افکار چپی روش سوار بشن که اون ایدئولوژی ناسیونالیسم ملی رو که خواست ملت ایران برای بازگشت به دوران شاهنشاهی پهلوی باشه رو کامل از بین ببرن و یه چیز دیگه بیارن. در طرز به همین علت بود که دولت‌های غربی هم سری پریدن وسط. در 96-98 هیچ گونه عرض کردم یه خبر در تلویزیوناشون نمیدادن، ولی برای این جریان دویدن مثل زمان جنبش سبز که همشون چیز سبز بسته بودن، چون از این جیب به اون جیب بود دیگه. پریدن موقعی چی کردن، خیابونا رو آماده میذاشتن. خود دولت آلمان هماهنگی برای اون داستان برلین کرد، اون همه چی، چون دیگه این سری اسم پهلوی نیست، اسم بازگشت به پادشاهی نیست، اینه با از این جیب به اون جیبه، چون همه رو آماده کرده بودن. اینا همش واقعیت هست دوستان عزیز. برای همین از ساعت اول ما با همین برنامه آریا برنامه هایی گذاشتیم، هی میگفتیم آقا حواستون باشه از این شعارهای که ساخته شده، اینا فقط میخوان جوتون رو عوض کنن و این تهش اگر بر نگردین به اون شعارهایی که داشتین که شعارهای بازگشت پادشاهی باشه که اونا اصل بنیان برافکن اون بود، میبازین و انقلابتون رو میبرن و دقیقا بازگشت دیدیم که شد دیگه. امروز کسی نمیتونه بگه توهم دارین حرف میزنید، دیدیم که شد متاسفانه. حتی در همین برنامه شما ما آمدم گفتم من آرزومه که اشتباه بکنم بیام دست تک تکتون رو ببوسم، متاسفم که باز درست شد، چون میدونستم من اینو از 76 من اینو دیده بودم دوستان عزیز. اینا رسانش هم آماده کرده بودن همچون فقط میخوان جو 95 تا 1400 رو بشورن ببرن. در تظاهرات های خارج از کشورم دیدیم، در داخلم دیدیم، کاملا هماهنگ شده با برادران تنی یعنی چپا و مجاهدین، همه این آشغالا به مجردی که کسانی که در تظاهرات ها بودن شعارهای ملیگرایی میدادن میپریدن وسط با شعارهای پرتمطراق و دهنپرکنی مثل زن زندگی آزادی 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 آزادی، فقط صدای رضا شاه رو بچت بلند نشه. خب یه سری شعارهایی هم تدوین کرده بودن که اگه تو میرفتی میگفتی آقا چرا الان داری جلو شعار ما رو بگیری، میگه پس با زن زندگی آزادی مخالفی، با آزادی آزادی مخالفی، ای دیکتاتور ای فلان، یک همچین جوی رو راه انداخته بودن. جالبه کسانی که خودشون برای آمدن روح الله خمینی چادر سرکی میکردن، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، که کمک کنن اون حکومتی که زن زندگی آزادی رو واقعی به ایران آورده بود و از بین ببرن، بعد با پشت این شعار اومده بودن وایستده بودن که فقط بتونن جنب ملیگرایی رو از بین ببرن. تجزیه طلبی و تمام این کارا رو اومدن دیدین که چگونه روش کار کرد. امروز خیلی خوشحالیم که میتونیم بگیم اینو، فقط میگم خوشحالیم به این قضیه چون اینا رو ما دیده بودیم. تمام آرزوی من در اون موقع که ما برنامه میذاشتیم این بود که جوانا اون موقع، ولی خب متاسفم اون موقع نمیذاشتم در حد همین یوتیوب، الان خب مسلما همین میمونه، کسی نمیومد تو اون تلویزیون رو مثلا بخواد امسال ما رو دعوت بکنه که بخوایم باز کنیم. آقا اگر الان پافشاری نکنید روی شعارهای ملیگرایی، این باقی این داستان دیگه نمایشی که اینا روش سوارن و فقط خونتون هدر میره که رفت متاسفانه. که رفت دیگه دو تا چهار تا دیگه، ولی تونستیم برنامه هاشونو به هم بزنیم. اینجاشو دیگه نخونده بودن، درسته الان تونستین با عواملی که ریختین خارج از کشور، با تلویزیون مسخره‌ای که درست کردین، با هماهنگی‌هایی که با هم کردین، یه سری جوون نازنین ما رو قربانی کردین که فقط جو 95 تا 1400 رو از بین ببرین و بعد یه از این جیب به اون جیب تو ایران بذارین، ولی دیدیم که ملیگرایی خیلی قوی تر از این حرفا بود. این یه تیکشو نخونده بودین.
که بچه ها وایسادن، هم در دکون تلویزیونتون رو بستن، هم پرچم شیر و خورشید رو که کاملا هماهنگ شده از ساعت اول برای ببین اینا رو ما دیده بودیم که میدونم از همون ساعت من اینو میدونستم که همه این کار از پیش تعیین شده است و واقعا دردمند میشدم که میدیدم اون بچه های نازنین ما که برای بازگشت به هویتشون اومدن بیرون رو میکشتن، کما اینکه دیدین تمام پادشاهی خوار رو گرفتن کشتن، یه دونه چپی رو کاری باش نداشتن، اونا رو سنبال میکردن میفرستن بیرون، بچه های پادشاهی خوار دونه دونه علک کردن همشون رو کشتن. و ما تا به قد از اینم که خوابوندن تصفیه رو کردن، شعار رو جا انداختن، فکر کردن بردن، ولی این اتیکش رو نخونده بودن که یه ریشه 7000 ساله رو ملی‌گرای ایرانی خوابیده. ول نکردن بچه های ما. مجید رضا رهنورد شد آریو برزن، پرچم شیر و خورشید رو برگردوندیم جوری که همه تون مجبور شدین دیگه بهش اکسپت کنیم، پرچمی که در ساعات اولیه اون خیزش که خوشحال بودین روی سواریم، که همه که آمده اسماعیلیون هم یه صداش اومد بیرون، خیالتون راحت باشه فردا ایران مال ما هست، یادتون میاد اینا رو، چون اینا بهشون قول رو داده بودن که ما یه برنامه ایران میندازیم اونا رو عوض میکنیم شما رو میذاریم. دور علتی هم که امروز رام به راه دارن به ملیگراها به که میشیم همین پادشاهی خواه و یه به شخص علازت فوش میدن و انقدر وقیه هم که میگن آی این اتحاد به هم زد، آی این باعث شد، فکر میکنی برای چیه؟ برای اینکه فشاری بهشون اومد، فکر نمیکردن انقدر قدرت داشته باشه که این پلان اهریمنانه رو بچه های پادشاهی خواه بریزن به هم. درود به شرف تک تکتون، وش باز هم شرم باد به کسانی که در این موقعیت به دنبال اختلافات درونی هستن که اونم بایش خواهیم رسید. درود به شرف تک تک بچه های پادشاهی خواه که با همین امکانات صفر چنین پلان عظیمی رو که میبینین چجوری صداشون در اومده، شب تا صبح دارن فوش میدن، حتی بوغای تبلیغاتشون که اصلا اینا به هم زدن انقلابو باز میخوام باش که اون ما انقلابی رو به هم نزدیم، ما یک ضد انقلابی رو که براش پلان وحشتناکی داشتیم که خون اون همه جوان رو پایمال کنیم، 44 سال خون ملت ایران رو پایمال کنیم، دنیای استعمار یه از این جیب به اون جیب بذاره و یه عده دزد کثیف دیگر رو بذاره اون بالا که تحت حمایت خودش باشن، اون ملت بدبخت رو مجدداً از اینی هم که از بدبختر بکنن فقط یه روسری برداشته بشه و خیالتون راحت بشه. ملیگرایان که میشین پادشاهی خواه چنین پلان اهریمنانه رو جلوش ایستادیم که اینجوری حالتون بد شده، اون ملت هم فهمیدن. اون برنامه لوی جورگر رو من واقعا رو برشون میدونستم اینو دارن چه میکنن، چون میدونستن اینا اعتباری ندارن، 40 سال 44 ساله دارن فوش میخورن، 95 به این ورم که ملت اومدن بیرون صدا میکنن و خودشون هم میدونن تنها کسی که واقعیت متاسفانه، من اینجا رو میگم متاسفانه بازم از سویس بخور، واقعا به دموکراسی ایمان داره شاهزاده رضا پهلوی، چون اگه هر کسی جایشون بود همون 95 استفاده کرده بود گرفته بود، ولی ایشون انقدر به چون پهلوی ها عرض کردم شعار نمیدن عمل میکنن، ایشون واقعا به همون دموکراسی که میگه انقدر اعتقاد داره حتی به قیمت اینکه خیلی از طرفدارای دو آتیشه حالا یا به قول معروف یا طرفداران سنتی حالا اسم میذاره که از ایشون یاد دیدیم دیگه دلخور شدن، حتی خیلی مسئول که آقا دیگه یعنی چی مردم ریختن بیرون شما رو صدا میکنن، باقی گروه های مردم فهمیدن که باقی گروه های سیاسی عامل بدبختیشونن، خود شما بگیر و برو، که گفت باید تو این مملکت دموکراسی اینجا همه روزی به رأی گذاشته بشه. و دیدیم که ایشون پای حرفی که زد ایستاد. شاهنشاه ما آدم واقعا دموکراسی و تنها کسی که واقعا به دموکراسی ایمان داره، به دموکراسی حقیقی ایمان داره، حتی به این خود. حالا اینا همه اینا رو میدونستن چه اعتباری داره و دو میدونستن به حقیقت این آدم یه آدم دموکرات. پلانشون این بود که بهشون نزدیک بشیم، ایشون هم که آدم دموکرات به معنای حقیقی و به معنای حقیقی، چون اساسا ژن پهلوی اهل شعار نیست و اهل عمله، میدونستن ایشون آغوشش بازه که همه بیاین دوره هم بتونیم
یه حرکتی را بندازیم مملکت آزاد بشه و ملت انتخاب بکنه، چیزی که اونا تک تکشون هیچ اعتقادی بهش ندارن، کما اینکه دیدیم در تمام صفحات اجتماعیشون هم داریم میبینید مدعی زده آزادی برای دموکراسی، برای دموکراسی جام میده، هم پایینش اومده نوشته پادشاهی خواه رو تک تکشون رو باید گرفت پشت. خب دیدین دیگه کیا، دیگه نیازی به توضیح دادن نیست، همشون رو دیدین که چه استالینای خطرناکی هستن. خب اون موقع بود که ما چون از اولش رو میدونستیم که اینا چه پلانی دارن، اون موقع برنامه لوی جارگر اومد که اینها میخوان از اعتبار شاهنشاه ما استفاده بکنن، که خودشون که هیچی نیستن. و اینها، من اینو به تو به ضرس قاطع بهت بگم آریا جان و دوستان عزیز، اینها اگر موفق می شدن، اگر ما پادشاهی خواه ما آدم های مخنثی بودیم و پا می دادیم به این بازی، اینها حتی نمی زاشت. حالا ظاهرشاه رو گذاشتن یه هفته بیا تو افغانستان یه دوری بزنه، ولی اینا چون می دونستن پهلوی چقدر در ایران ریشه داره و مردم دوست، اصلا شاهزاده رضا پهلوی پاش به داخل ایران برسه، اون ملت از دم هواپیما میبرنش تو کاخ گلستان، تاجو میذارن رو سرش. اینا مطمئن باش اگر پیروز میشدن همینجا زبانم لال بلایی به سر ایشون میوردن که اساسا پاش به ایران نرسید تا بعد بتونن قشنگ دستور ارباب اجرا بکنن و ایران رو تیکه تیکش بکنن، یک جنای کشوری بشه که دیگه عرض کردم دوران خامنه‌ای بشه واسه مردم رویا. اون پلان اهریمنانه که میشه یعنی سوار شدن بر خون هزاران هزار ایرانی که در این 44 سال جنگید برای کشورش رو ما پادشاهی خواها با امکانات صفر جلوش ایستادیم. درود به شرف تک تکتون، نذاشتیم. کمایی که میبینیم تظاهراتمون الان بهترینه، همه چی بهترینه، الان به اینجا رسید، انقدر فشار بهشون اومده. چون شما ببین شوخی نیست، اینا از همون ساعت اول با پرچم ایران، با نام ایران، با قدرت پرچم LGBT رو می آوردن. شیر و خورشید رو نباید بیاری چون عامل ملی‌گراییه، یادتون که نرفته که چگونه از پیش تعیین شده کاملا، و پلیس های کشورهای غربی هم حمایت میکردن حتی در درون اسرائیل، که اون بانو پریسا که خودش اسرائیلیه او خودش لایب گذاشت پرچم شیر و خورشید رو میوردی چه در آلمان، انگلستان، حتی خود اسرائیل، پلیس میومد میگفت این پرچم رو بیارین پایین، شما اختلاف را میدست. ولی LGBT، پرچم کردستان، پرچم بلوچستان، پرچم لرستان، دیدی دیگه فقط سرا زرابخونه یه پرچم درست نکرد. اونا همه میتونه باشه، شیر و خورشید نباشه. یادتون نرفته که چگونه اینا از پیش تعیین شده، یعنی در حقیقت انتقام 95 تا 1400 رو پلانیزه کرده بودن که کامل تموم شه و ایران رو کاملا پاک کنن. درود به شرف تمام بچه های پادشاهی خواه که در مقابل این پلان های اهریمنانه با امکانات زیر صفر ایستادن. الان اومدن مرحله دوم، چون هنوز گیجن از باورشون نمیشد که چه قدرتی خابیده. پهلویست ها که یعنی ناسیونالیست ها، یک واقعی و ناسیونالیست ها یعنی کسانی که اکثریت ایران رو دارن و ایرانگرا هستن. ما ریشمون 7000 سال است، با شما اجامره بیگانه که ریشتون تو آب بیگانه است، فرق داریم با اون همه امکاناتی که بیگانه به شما میده، نتونستید در مقابل ملیگرایانی به شما، ریشمون در خاک ایرانه و 7000 سالم قدمت داره. اینو بهتون ثابت کردیم، تمام پلانتون رو، پلان اهریمنانتون رو نذاشتیم اجرا کنیم. الان اومدن رو فاز دوش، دوباره چی اختلاف از درون خود ما که داریم میبینیم دیگه، کار اصلا کارکا گذاشتی یه دقیقه به اصطلاح به عنوان پادشاهی خان نشستن همه جور لایف بزنن فلان مزخرف بزنن راجع به پادشاهی خان. دیگه الان سویچ میشه رو چی؟ تنها راهی که میمونه بعد از این همه پیروزی که به دست آوردن پادشاهی خان، خب اینا میبینن که با دست خالی ما تونستیم چه طرح
عظیمی رو که داشتن ایران ما رو نابود کنن رو جلوش ایستادیم. خب الان باید چیکار کنن؟ خودمون از درون بندازن به جون هم، یه واژه هایی رو بگیرن. خطاب من به دوستانی است که میشناسم که واقعا نه مامورن نه هیچی. اولا که حکومت ما در زمان شاهنشاهی پهلوی هم پادشاهی مشروطه بود، از زمان مظفرالدین شاه بود، حالا به هر روی. و اتفاقا شاهنشاهان پهلوی هدف قائشون رسیدن به روز پیروزی کامل انقلاب مشروطه بود، و خود شخص اعلیحضرت رضا شاه دوم که شدیداً تاکید مؤکد داره. و از این طرف من واقعا اینو نمیتونم بفهمم چگونه است که به اصطلاح به رگ گردن، در خصوص به اصطلاح میگی که فدایان شاهزاده رضا پهلوی هستیم و تمام فوکوستون روی واژه‌ای باید باشه که شاهزاده رضا پهلوی روش تاکید مؤکد داره. یعنی اگر ایشون هر از گاهی هم از پادشاهی صحبت میکنه، چه خودشون رو فراسازمانی اعلام کردن، از واژه مشروطه صحبت میکنه. ببینید دوستان، من خودم الان نشستم بنیان حزب مشروطه رو گفتم بهتون، ولی شما میگن که هر گردی که گردو نیست. شما خودتون مطمئن باش، حداقل اون چهار نفری که بی‌غرض منو میشناسن، که خود بنده به عنوان یه پادشاهی خواهی تندرو بهم میگفتن. و جالبه که واژه شاه اللهی اولین بار یه همین خطاب به خود من گفت، چون اون موقع بنده این ماجرا رو جلوش ایستادم، چون دیدم که چه فاجعه ای رو رقم زدم با این داستانی که هزار تیکه کردم. ولی شما نمیتونید، چون یک نفری اومد سوء استفاده کرد از این نام، حالا همه رو ببندین به اون. آخه این واقعا منطقی نیست دوستان عزیز. من یه کوتاه فقط یه اشاره میکنم، چون واقعا خیلی مسائل دیدم در این چند وقت اتفاق افتاد. خود شاهنشاه آریامهر اولین کسی بود که مشروطه رو اجرا کرد در سال 20 تا 32. سال 32 اون موقع خود بنده اینو گفتم، این از یکی از بزرگترین دستاوردهای ایشون بود که دید انقدر این واژه درستی است و مملکت باید به سطح بالایی برسه از نظر همه چی تا بشه به اون صورت اداره بشه. مبنا رو بر این گذاشت که اول پایه های مملکت رو بسازه. در مصاحبه با اوریانا فالاچی هم ایشون همینو گفت که برسه به روزی که ایران به حقیقتن بشه به عنوان یک پادشاهی مشروطه. که یعنی چی؟ یعنی ملت دخیل باشن در دولت هایی که تشکیل میشه در کشور، و پادشاه به عنوان ناظر بر اجرای امور دولت همواره وجود داشته باشه، که زیباترین نوع حکومتی که واقعیت بر سطح جامعه خیلی بالا بره، چه از نظر تحصیلات، چه از نظر پایه های اقتصادی، پایه های امنیت های اجتماعی، همه اون کارهایی که شاهنشاه آریامهر همه تلاشش رو کرد که به اونجا برسه، که در نهایت حکومت ایران بشه یک پادشاهی مشروطه، به معنی انقلاب مشروطه، به پیروزی قاطع برسه، که ملت هم در تشکیل دولت ها سهیم باشن، چیزی که در انگلستان، در سوئد، در همه جا هست، و پادشاه به عنوان ناظر بر اجرای امور دولت و همواره حاضر باشه و حافظ تمامیت ارضی و فرماندهی نیروهای مسلحی که بتونن اون حکومت شاهنشاهی مشروطه رو نگهبانی کنن. این اسمش اسم حکومت مشروطه پادشاهی است که شاهنشاه آریامهر شدیداً بهش اعتقاد داشت و داشت بر اون مسیر میرفت. پس اینجا اگر دوستانی میان میگن بازگشت مشروطه، دوستان ربطی به ضد پادشاه، مشروطه نوعی از حکومت پادشاهی است. دو نوع حکومت پادشاهی داریم، سلطانیزم داریم و پادشاهی مشروطه، که سلطانیزم رو خاندان پهلوی شدیداً باهاش مخالفت دارن، شدیداً باهاش مخالفت دارن، خصوصا اعلیحضرت رضا شاه دوم. خب وقتی اگر تعصب روی ایشونه، خواست ایشون اینه، و پادشاه اتفاقا ما بهش اعتقاد داریم باید هم موروثی باشه، چون به دلایلی که عرض کردیم که اون پادشاه اون بالا دیگه کسی نمی، 4 سال به 4 سال عوض نمیشه، کسی دیگه نمیتونه بیاد اون کشور
نازنین ما رو که همواره هم دشمن ثابت داشته و داره و خواهد داشت و هم متاسفانه اون قشر سیاه جامعه ایران که همواره مورد استفاده عوامل بیگانه بودن که با بیگانه میبندن برای منافع شخصی خودشون در حکومت‌های انتخابی بیاد چیزی مزخرفی به اسم جمهوری. خب کشور ما یعنی یک ساعت روی خوش به خودش نمیبینه و همین علت هم عرض کردم سمه برای ایران و ما به معتقدیم به پادشاهی ایران پادشاهی موروثی که اون ولیعهد از دوران کودکی چیزی که در شاهنشاهی پهلوی به زیباترین و که سیستم حکومت ما این بود انگلستان اینا هم از ایران کپی کردن آموزش داده میشه تا روزی که به پادشاهی میرسه و دیگه اون نمیذاره که دولت‌هایی که انتخاب میشن توسط مردم بخوان خریداری بشن توسط بیگانه و کشور با آشوب برسه. این زیباترین مدل. خب صحبت سر همون بود و ضمن اینی هم که چون دیگه الان بعد از مدت ها صحبتش بود هدف اون جلسه دوستان عزیز که خیلی همیتونی چند وقت هم پرسیدین که آقا شما چرا اونجا بودی، من واقعا نمیدونم اصلا حقیقتا خیلی تأسف بار بود برای من، خصوصا اگه هیچ دوستانی که خیلی هم بهشون هم تو احترام دارم چون میدونم بچه‌های پادشاهی خاص هیچ کس اونجا شخصی همدیگر نمیشناخت. طرح این بود که آقا در بارها در ایران قیام های اتفاق افتاده چون شاهنشاه ما در به حال حصر دشمنه و ضمن اینکه ایشون سیاستشون فراسازمانی و فرایدئولوژیکه و خودشون رو مختص نمی کنن به فقط پادشاهی خان، تفکر پادشاهی خواه چون در اکثریت قاطع مردم در داخل ایران بهش اعتقاد دارن و از اون طرف هیچ تشکیلات سازماندهی شده ای نداره بتونن، آقای طاهری هدفش این بود که آقا یه جمعی از پادشاهان اونم قرار بود چند جلسه بشه بفهمن کی خوبه کی و کی بیشتر مردم قبول دارن، چندین جلسه بشه تا بعد یه گروهی تشکیل بشه که اگر فردا در داخل ایران قیامی شد پادشاهی خواه هم یک به اصطلاح تشکیلات منسجمی داشته باشن که بتونن با اجنا هماهنگی بکنن که خب متاسفانه عرض کردم اونا بلد اصلا این همه داستان دارم، این کل ماجرا بود، این همه داستان و قصیده و اصلا به حقیقتا عرض کردم خیلی تأسف انگیز بود. حالا دوستانی که برمون دفعه فقط یه مسئله بگم جناب ملک‌پور، فقط یه مسئله بگم ببینید در حالا اتفاقی که ما افتاد تاریخ رو داریم میگیم بر طبق قانون اساسی مشروطه که ما داشتیم در ایران پادشاه در عمل مسئول امور اجرایی کشور بود، یعنی وزرا رو حتی عزل و نصب میکرد که نخست وزیر هم جز بشه، پارلمان رو میتونست منحل بکنه، توشیح فرامین با امضای پادشاه بود، فرمانده کل قوای سگانه دریایی هوایی زمینی پادشاه بود. یعنی بعد جالب اصلا مفهوم پادشاهی مشروطه به هیچ عنوان این نیست که پادشاه یک فرد سمبولیکه، اصلا اینطوری نبوده. در کشورهای دیگه هم نیست اصلا اساسا اینا که به کدوم نخست وزیری در، اگه کسی فکر میکنه که در انگلستان ملکه هیچ کاره است، همون به نظر من اطلاعاتش در همون اندازه کسانی است که فکر میکنن جمهوری اسلامی واقعا دشمن امریکاست. این حرفا کدومه؟ اگر ما داریم در قلب اروپا زندگی میکنیم، اگر به حقیقت نهادی در اروپا باشه که واقعا وجودشون هیچ نفعی به مملکت نداشته باشه و هزینه داشته باشه، اصلا اجازه نمیدن که همچی چیزی درش باز بمونه، بلکه همچی چیزی نیست. پادشاه کاملا ناظر بر اجرای امور دولته و در اساسا هیچ ربطی به اون چیزهایی رو که یه سری از دوستان حالا بخوایم مثبت گرایی بکنیم ترسیده بودن که شاید این قضیه در تضاد با پادشاهی است، به هیچ عنوان به هر حال ساعتی نداره. حالا در نهایت چون دیگه نمیخوام راجع به این ماجرا برم، اصلا شاید از اون اکیپ شما دوستان خوشتون نیامد، آقا شما بکنین این کارو، ولی بذارین یه تشکیلاتی باشه، شما بکنین با همه اون کسانی رو که خودتون میشناسین و مورد تاییدتونه که اون کار بشه که فردا روز اگه دوباره مردم در ایران قیامی شد پادشاهی خواها در داخل ایران انقدر شکایت نکنن که آقا ما هیچ تشکیلاتی نداریم هیچ که بتونه ما به اصطلاح راهبری کنه. هدف هم به پادشاهی رسوندن اعلیحضرت رضا شاه دومه، هیچ کس قرار نبوده غیر جایشون رو بگیره
واقعیت نبود این جریانات و عرض کردم بسیار تعصب انگیز. برای از این ماجرا بگذریم. من فقط با یه جمله این بحث رو خاتمه بدم که البته آقای طاهری من میدونم که یه سری جلسات دیگه هم پشت صحنه داشتیم مدت، اینم حالا چون بحث شد من چون دوستا خیلی پرسیده بودن میگم، اتفاقا توضیحاتی هم تو مصاحبهشون با آقای احمدی دادن، خوشبختانه خود ایشون هم هنوز پیگیر اس مسائل و کارا هستن، ولی به هر حال مرسی از توضیحاتتون. الان در شرایطی که پادشاهی خان این همه پیروزی به دست آوردن یادمون نره، من خطابم به کسانی که واقعا پادشاهی خواه هستن، اونایی که عاملن و دستور اجرا میکنن که بحثی اصلا نیست، چون اونا کار خودشون رو میکنن. با این همه پیروزی که پادشاهی خواه به دست آوردن، دوستان عزیز، طبیعی است که الان دشمنان وجودی ایران تنها رایی که دارن این که صفوف ما رو بندازن به جون هم، که الان تنها راهش اینه که ما رو دوباره از درون از بین ببرن و در داخل ایران هم مجدد النصر به روب که پشتون ها رو بریزن ایران، خصوصا پشتون ها رو، چون قسمت هرات و عرضم به خدمتون که اون قسمت فارسی زبون هاشون، اونها ریشه ایرانی دارن و در اون 20 سالی که قبل از طالبان بود اینها باورشون نمیشد که چقدر اون قسمت های ایرانی ماجرا که نام خودشون هم دیگه خراسانی میذاشتن، دیگه فقط برنامه راجب کوروش و داریوش و به همین علت اینا دستپاچه طالبان رو برگردوندن. دوستان عزیز، من خودم پست گذاشتم، خودم شدیداً از این ماجرا عصبانی هم، چون برنامه هم حتی داشتم، اینم یه برنامه 5 سال پیش داشتم راجب نسل‌شویی که خیلی از دوستان راجب همین برنامه باز محبت کردن به من، چون من این روز رو پیشبینی کرده بودم 5 سال پیش در رادیو شهیاد، اسمش هنوزم بزنین هست به عنوان نسل شویی، رادیو شهیاد رو بزنین هست، بعد برید نگاه کن، مثلا هیچ کس اون موقع سعی میکرد شعر نکنه از این جریف که الان داریم میبینیم، اینا واقعا باعث تأسف کاری نداره، ولی به هر حال همون اندک دوستانی که در اون زمان دیدن خب الان دارن اون ویدیو رو پخش میکنن و ابراز محبت میکنن. حالا من قسمت دومش رو در خصوص ابراز محبت رو نمیخوام روش چیز کنم که بیا مثلا من واقعا اون نیست، ولی ماجرا اینه که خب اینا رو ما میدونستیم که اینا در شرایطی که در تنگنا قرار بگیرن چه میکنن، الان مجددا وحشت رو راه بندازن. ببینید اون داستان افغان ها عزیزان نازنین که خودم هم پست گذاشتم هنوزم میذارم، حتی با مضامینی که نادر دیگرم آرزوست که به حقیقت این جریان رو بهش ایمان دارم که شمشیر نادر باید به دست وارثش برسه، بمب بود که این کار این دفعه ما باید بکنیم، موقع نادر خودش داخل ایران بود ولی نادر ما الان در حصر بیگان است. عرضم به خدمتون که همه اینا رو گفتم، اما عزیزان نازنین این پلان نسل‌شویی از قبل از افغان ها راه افتاده، داستان اصلا افغان ها الان اضافه شد، حالا من از اون بیشترم پشتون ها، کسانی که وحشت رو بیشتر بیارم. دوستان عزیز، این قضیه قبل از خوزستان شروع شد، اون برنامه‌ای که هست حالا برای شما میفرستم از آرشیو رادیو شهیار که اون موقع من این برنامه رو گذاشتم 4 سال پیش بود فکر میکنم. خب اینا اول خب مسلما فقر رو نهادینه میکنن در اون جاهایی که با هست خب روشون سیب دارن خیلی بیشتر. عراقی ها وارد ایران شدن در خوزستان، زمین های بختیاری ها رو به 5 برابر قیمت خریداری میکردن. دوستانی که در کرج زندگی میکنن، منطقه شهریار، کرج اون سمت خصوصا و مناطقی از تهران، ولی اون کرج و شهریار خیلی بیشتر شاهد این ماجرا هستن که این مسئله مال 5 سال پیشه، که به یک باره خیلی از عزیزان بختیاری خوزستان اومدن اونجا، زمین خریدن، خونه خریدن و فلان، و این زمین ها و خونه هاشون رو عراقی ها اومده بودن اونجا خریده بودن. به این کجا اینا کار میکنن؟ با سرمایه های سنگین. خب مسلمن اون عزیز بختیاری ما که با هزاران مشکل اونجا زندگی میکرد از پس جمهوری اسلامی و دید زمینش رو یکی اومده الان داره به 4 برابر قیمت، همه فروختن متاسفانه دادن به اینها. از همون موقع ما این زنگ خطر رو دیدیم که ریختن و پر شدن، اینا ساپورت میشن، اینا یک پلانی دارن اساساً ایران ما رو از ایرانی تهی کنن،
امروز و این کار سالها پیش شروع شده، امروز میفهمیم که کسانی که در این صفحات اجتماعی که فارسی می نویسن از ایران در ایران به دنیا آمدن و میان فوش میدن به تاریخ ایران و کوروش و داریوش و همه اینها، تماما بچه های همینان که از سالیان پیش تو مملکت آورده باشه، اینا ریشه شون هیچ کدوم به ایران نمیخوره و این کارو شدیدن دارن با ساپورت میرن جلو. یه برنامه در همون برنامه 4 سال پیش لطفا ببینید دوستان عزیز، سالی به گفته خود تلویزیون های جمهوری اسلامی سالی 40,000 طلبه از این حوزه های علمیه به اصطلاح فارغ التحصیل میشه، 40,000 در کل ایران. خب اینا که هیچ کدوم ریشه ایرانی ندارن، چون چیزیش که اساسا در اصل لباسشون شما مشخصه تا باقی، زیر 10 تا اینا بچه درست نمی کنن. ایرانی های اصیل یا دارن مهاجرت میکنن یا از هر 10 خانواده شاید یک بچه. 20 سال دیگه شما خودتون حساب کنید اثری از آثار ایرانیان اصیل در ایران نمیمونه و الان این پلان رو شدیدن برای اینکه فقط ناسیونالیسم به ایران برنگرده بعد از شکست های متوالی که از ما ملیگرایان خوردن، الان شدیدن پیشو گرفتن، یعنی با وارد کردن پشتون ها به ایران و کلن اساسا افغان ها و همین ته گزارشی که اتفاقا از این زایشگاه های دو تا استان اومده بود که فقط در 2 ماه گذشته در 2 استان فقط نزدیک 14,000-15,000 کودک افغانی به دنیا آمده در ایران. از اون ور عراقی ها، از اون ور اون 40,000 طلبه، نسل ما رو دارن از بین میانی، کشور ما رو دارن خالی میکنن که به دست یه مش بیگانه بدن. 20 سال دیگه خبری از ایران وجود نداره و شدید دارن روی این کار میکنن. دوستان عزیز این مسئله ریشه تاریخی داره، به برنامه امروز ما خواستم امروز اونا رو بگم، حالا میذاریم برای جلسه آینده که همه رو فکت براتون میارم که چگونه اینا رو پلان کار میکنن. مثل همه اون چیزهایی که قدیم میگفتیم اون موقع به ما میگفتن اینا توهمه، الان دونه دونه بهش رسیدن و خیلی هاشون هم حتی تماس میگیرن، کسانی که تماس گرفتن و حالا باز اینقدر شرفشو داشتن که ما خودمون اون روزا مسخره میکردیم شما رو، ولی واقعا زنگ زدیم بگیم آقا عذرخواهی میکنم. این رو ماجرا رو هم فکت براتون میارم که کاملا پلانیزه شده است. پس دوستان عزیز اگر ما اصرار داریم به بازگشت شاهنشاهی به ایران، ما اصرار داریم که باید حکومت ناسیونالیسمی باشه، اصرار داریم به اینی که باید اجماع ملی باشه و یک پادشاه رو صدا کنید که اون ملی گرایی در ایران استقرار پیدا کنه، برای آینده ایرانه که شدیداً برای زدن ریشش اینها پاشنه کفششون رو کشیدن براست، سالیان سال هم هست پلانش رو چیدن، کلن باید محو کنن نام ایران رو. و تمام کسانی که امروز در مقابل پادشاهی ایستادن، همونطور که اول برنامه گفتم، بازگشت پادشاهی پهلوی، ناسیونالیسم ایرانی یا همون ملیگرایی، حالا هر اسمی روش میذارن، و سربلندی رفاه و آسایش ایران، این سه تا دیگه بر هم عجینه و هر آن کسی که در مقابل این اصل میسته، یعنی بازگشت پادشاهی ایران که تمام این قضایا درش مستطره، بدون شک دیگه یک عامل بیگانه است. شوخی نگیریم این چیزا رو. داری میبینین چی کار میکنه. افغان و عراقی و همه رو ریختن و اینا با ساپورت بچه دار میشن. اینا رو ساپورت میکنن. اون 40,000 طلبه اونا مشکل معیشت بچه هاشون ندارن، برای همین 10 تا 10 تا 15 تا 15 تا درست میکنن. ولی ایرانی های اصیل مشکل معیشت دارن و برعکس کردم، یا دارن مهاجرت میکنن یا نهایت از هر 10 خانواده ایرانی یه بچه به دنیا میاد. 20 سال دیگه خبری از ایران نیست. باز برای همین تکرار میکنه، امروز هر گونه خلالی ایجاد بشه در صف پادشاهی خان که میشه همون ملیگرایان، خیانتیست نابخشودنی،
هیچ اسم دیگه ای نداره. هیچ اسم دیگه ای نداره دوستان عزیز. کشورمونو دارن نابود میکنن. نسلمونو دارن میسوزونن. بزرگترین نسل کشی رو دارن در ایران راه میندازن. اون کشور مال ماست، سکنه ایران رو دارن از اونجا خالی میکنن و بیگانگان رو اونجا دارن میارن که کاملا چیزی به عنوان ناسیونالیسم ایرانی محو بشه که دیگه به خیال راحت دنیای غرب یک خودش رو صاحب تمدن دنیا بدونه، تمدنی که از ما دزدید و دیگه خیالش راحت باشه صاحبان اون تمدن دیگه وجود ندارن، همشون هم به عنوان برده بهشون مهاجرت کردن و همه ماها که اینجا اومدیم در جامعه ایران برده شدیم و حل شدیم متاسفانه و بیگانگان رو دارن در خاک ما مستقر میکنن کامل و پاکشه. اون کشوری که شاهراه اقتصادی دنیاست، مهد تمدن بشریت، تماما هدف قایشون اینه که این ماجرا باید کامل از بین بره و به دست اینا بیفته. خواهشان جدی بگیرید. من هیچ وقت به دنبال مسائل حاشیه‌ای دیدی که اساسا من نه جواب میدم و نه کلا با حقیقتا انزجار دارم، ولی الان این رو برای اولین بار بهشونم اشاره کردم. هر گونه خللی در صفوف ملی گرایان یعنی پادشاه خان خیانتی است نابخشودنی. دوستان عزیز خواهش میکنم که جلوگیری کنید از این ماجراها، نگذارید همچین اتفاقی. اگر به حقیقت قلبتون برای ایران میتپه، تمام دنیای استعمار تمام تلاشش رو دیدین که پاشنشون رو کشیدن که پاک کنن نام کشورمون رو. اصلا مخاطب باید آگاه باشه جناب ملک پور. ثابت شده که نمیشه همه آدم ها که الزاماً حتی یعنی همه که رفتار درست انجام نمیدن، یعنی خود کسانی که به اصطلاح هموطنان عزیز خودشون باید آگاه باشن روی این قضیه. این خیلی بحث مهمه، وگرنه با توصیه و پیشنهاد و اینا الزاماً همه که دست از یه سری مسائل بر نمیدارن که مخاطبی مثلا که باید چون واقعیت یکی از دوستان از من پرسید که خیلی عالی خب برنامه رو شما تاریخ میگین ولی دیگه الان وقت تو گفتم نه اتفاقا اصلا هم چیزی نیست، گذشته چراغ راه آینده است. تاریخ و اتفاقا و به این که واقعا این قضیه به باورتون برسه که حمله به ایران و به شاهنشاهی ایران فقط کار دشمنان ایران بود، این باید به باورتون برسه که کسانی که در مقابل پهلوی ایستادن عامل بیگانن، چون بیگانه سالها روش کار کرده. وقتی تو ریشه تاریخشو بفهمی بعدن متوجه میشی. برای همین من آریا جان حالا شما محبت میکنی یا دوستان دیگه، من تو واقعا اینو میگم نه به خاطر درخت افتاده و فروتنی و از این شعر رو برا، نه که بیام آقا اسم پدرم رو زیاد نیارین، چون دوست ندارم که کسی که مخاطبه فکر کنه چون پدر من افسر ارتش شاهنشاهی بود دارم. نه دوستان عزیز، پدر من موقعی که زنده بود که من کودک بودم با من که نمیشه راجع به چیزا حرف بزنه. بعد از اون من هم در خانواده‌ای بزرگ شدم، در خانواده مادریم که اساسا ورود به ماجراها اکیداً ممنوع بود به خاطر حال حفظ امنیت جونیمون. خب منم مثل باقی جوانای دیگه قربانی اون جنایت شدم و رفتم به دنبالش. اصلا اگر این اعتقاد من هست هیچ ربطی به مسئله عامل وراثت به شرف خون پدرم نداره. عزیزان برید بخونید ببینید جریان واقعا شوخی نیست. همونطور که باز تکرار میکنم دنیای غرب این همه خزینه کرده از سالیان قبل از این جریانات که هر جوری هستی حکومت ضد ملی در ایران بمونه، چون بازگشت به شاهنشاهی پهلوی یعنی بازگشت ناسیونالیسم و اینا براشون سمه. داعش و خزینه‌شو داد این ور، طالبان رو خود ظریف گفت که ما اون کاراشو کردیم برای همچین روزی ازش بتونن استفاده کنن. امروز دوستان داخل ایران یقه اون ظریف خب با افتخارم میگفت که ما نذاشتیم که ما یه کاری کردیم که طالبان برگرده به اونجا چون براشون منفعت داره و اینا رو همه رو غربی ها همین دولت امریکا هر دو جناحش تمامی اتحادیه اروپا روش کار میکردن. اینو خدمتتون عرض میکنم چون عرض کردم گذاشته بودم که کل یه برنامه باشه که از مسافرت اینا اومده باشم که راجع به فکت‌های تاریخی
خب امروز دیگه به خاطر شرایط فورس ماژوری که پیش اومد آریا جان گفت به بحث های دیگری بود. این یک تیکش رو از که می‌خواستم در برنامه آینده بگم علامه سازمانی به نام فدایان اخوان المسلمین رو همتون شنیدین اسمش. ببین میگم گذشت به رجوع به تاریخ چقدر مهمه. سازمانی به نام اخوان المسلمین که میشه بنیان فکری و مادر جمهوری اسلامی، این رو انگلستان علم کرد کلش رو که بتونه از اون منطقه، حالا بعد در برنامه بعدی کل فکتاشو براتون میگم واجه مسائل افراد دیگری که روش کار کردن، که اون منطقه رو بتونن با مسئله اسلامیستی یعنی اسلامگرایی مطلق کامل با آشوب بکشن و دست خودشون باشن. هدف غاییشون پادشاهی ایران بود. چهار بند از بندهای تشکیلاتی و اساسی اخوان المسلمین رو الان براتون میگم که کی اینها اون رو تأسیس کردن به فرمان انگلیس، که البته اون به اصطلاح بنیانگذار این سازمان کسی بود به نام حسن البنا، که اتفاقا یه دونه اسمم روش یکی از خیابون ایران گذاشته، که تمام رساله خمینی هم از رساله اون تفکر اسلامیست حسن البنا گذاشت. بندهای تشکیلاتی سازمان اخوان المسلمین گوش کنید، برای چی میگم رجوع به تاریخ رو باید بریم بخونین. یک از اهدافشون، دولت شاهنشاهی ایران چون در منطقه مسلمین اولین حکومت لائیک رو بنا کرده، به ترکیه کاری نداشتن و این خیلی مسخره است، چون اولین حکومت لائیک رو بنا کرده و این در مغایر اسلام است و سریعا باید نابود گردد. دو، دولت شاهنشاهی ایران چون بر مبنای ناسیونالیسم ایرانی است، ناسیونالیسم ایرانی که در آن خسرو پرویز وجود دارد که دنیای اسلام تا ابدالدهر حد که حرمت خسرو پرویز ساسانی به فرستاده رسول الله را فراموش نمی کند و بنیانگذار آن شاهنشاهی کوروشی است که ناجی یهودیان کثیف است، باید شاهنشاهی پهلوی سرنگون گردد. سه، دولت و ارتش شاهنشاهی ایران چون نظارت و اشراف کامل در خلیج فارس، که اونا اسم مزخرف رو روش گذاشته بودن، کانال سوئز، شاخ آفریقا و شاهراهای اصلی را دارد، موجب تحقیر اعراب و نگرانی اعراب است. به همین جهت این دولت و ارتشش کاملا باید معدوم و منهدم گردد. سازمان اخوان المسلمین برین تاریخ تأسیسش رو ببینین و ببینی که این سازمانی که به اصطلاح در مصر اومده و حسن البنا اومده اینو تأسیس کرده، سه بند اولیش تأکید مؤکد بر نابودی شاهنشاهی ایران و عرضم به خدمتتون که ارتش شاهنشاهی رو گذاشته. و نکته آخرش بگم، تمامی احزاب چپگرا باهاشون بیعت کرده، همون زمان ازشون حمایت کرد، ارتجاع سرخ و سیاه. رابطه‌شون کیا بودن؟ صادق قطبزاده، بازرگان، مطهری، بنی صدر، جلال آل احمد، ابراهیم یزدی، اینها رابطه سازمان اخوان المسلمین بودن با به اصطلاح گروه‌های اسلامیستی که در داخل ایران بود. پس بنابراین وقتی دوستان عزیز میگیم باید رجوع کنیم به تاریخ و بدونین که دنیای غرب چقدر هزینه، که الان وقتی اینو برید دوباره بخونید بعد میفهمی که خلق داعش به چه علت بوده، طالبان به چه، اینا تمام هدفشون دشمنی با شاهنشاهی ایران بود. پس بنابراین به همین علتی که میگیم کسانی که در سال 57 در این قضیه نقش داشتن تماما عامل بیگانه بودن
و شرم تاریخ بر آنها باد بفهمین که ما حرف احساسی نمیزنیم. الانه که میفهمین که چگونه است ما میگیم حمله وحشیانه غربی ها به ایران. ببینید از چه سالی چه هزینه هایی کردن که ایران بازگشت به شاهنشاهی پهلوی رو نبینه. دوستان عزیز، پس قدرت ما رو میدونن چیست که اینقدر هزینه میکنن. به خودتون ایمان داشته باشید، نگذارین به هدفشون برسن، که الان تنها راهش اینه که بتونن ما رو از درون بزنن. و عرضم به خدمتتون که با هر به اصطلاح امکانی که دارن. پس بنابراین وقتی ما میگیم تنها راه رهایی بازگشت شاهنشاهی، نه مسئله احساسی است، نه مسئله فقط صرف این که ما از ایدئولوژی خوشم میاد، خیر، به صرف این که با عقل و درایت و با فکت بهش رسیدیم که شاهنشاهی پهلوی یعنی ایران و بزرگی ایران، که این همه دنیای غرب داره هزینه میکنه و هزینه کرده از سالیان پیش، که این ماجرا اتفاق نیفته. برین تاریخ رو بخونیم، بعدا میفهمین چیزایی که راجع به این جریانات حاد میگیم، پس بیشتر مطمئن میشین که نه توهمه و نه بحث فقط اختلاف ایدئولوژی. در هر کجا این گیتی هستید، پاینده و پیروز و سربلند باشید. و در اینجا یک یادی هم بکنم البته از جاوید نام. جاوید نام محمد انور سادات که توسط همین اخوان المسلمین ترور شده. خیلی ازتون سپاسگزارم. پاینده ایران برقرار با درفش سرنگ شیوخورشید نشان. جاوید شاه، بدرود تا بعد.